جلوگیری از تهدیدها و اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه در دستور کار کنفرانس سالانه کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به ایپک است که از امروز به مدت 3 روز در واشنگتن برگزار می شود. ران درمر، سفیر اسرائیل در آمریکا و مورتون فریدمن، رئیس ایپک در جلسه افتتاحیه این کنفرانس، به خطرات و حضور دائمی نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه در مناطق هم مرز با شمال اسرائیل اشاره کردند. همکارم فرهاد پولادی برای پوشش گزارش‌های خبری این کنفرانس در محل برگزاری آن است. فرهاد، چه جزئیات بیشتری از سخنان این دو مقام داری؟ بله، یکی از سخنانان کلیدی جلسه امروز صبح، جلسه عمومی البته، آقای ران درمر سفیر اسرائیل در ایالات متحده آمریکا بود و خب اولین مسئله‌ای که ایشون بهش اشاره کرد تهدیدی که از سوی ایران برای کشور اسرائیل در مرزهای شمالی اسرائیل ایجاد شده به آن اشاره کرد، به پرواز پهپاد ایرانی که هفته‌های گذشته صورت گرفته بود و این را اسرائیل ساقط کرد به عنوان نمونه برای برنامه ایران برای متجانس‌سازی اون منطقه اشاره کرد و گفت نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو خط قرمزش امنیت اسرائیل و امن نگه داشتن مرز اسرائیل در شمال هستش. گفت به هر تقدیری که شده اسرائیل تمام برنامه‌های ایران را اونجا زیر نظر داره. ایران به گفته ایشون ایران برنامه داره که موشک‌های هدایت شونده و دیگر تسلیحات هوشمند را اونجا راه اندازی کنه و حضور دائمی داشته باشه و اسرائیل تحت هیچ شرایطی این رو نمیپذیره. گفت آمریکا تا حالا همراهی خودش رو با اسرائیل نشون داده و از جامعه جهانی خواستش که برای حفظ امنیت منطقه و اسرائیل با اسرائیل همسو شوند. ایشون همچنین به برنامه برجام اشاره کرد و گفتش که قیود بندهای و محدودیت‌های زمانی باید کاملا برداشته بشه و هر گونه اصلاحی که در برجام انجام میشه باید محدودیت و کوچک کردن برنامه موشک بالستیک ایران هم جزوش باشه. همچنین رئیس ایپک دکتر مورتون فریدمن هم سخنرانی کرد و باز هم ایشون به مسئله تهدیدی که از سوی ایران در مرزهای شمالی اسرائیل یعنی در سوریه برای اسرائیل ایجاد شده را به عنوان یک تهدید مسموم کننده و متشنج کننده در منطقه اشاره کرد.